بسم الله الرحمن الرحیم سلام به گرا خوش اومدید هفته گذشته و در آخرین نشست ش... شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه کشورمون در پی گزارش دبیر کل این آژانس صادر شد امروز به همین بهانه گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر مهدی خانعلیزاده پژوهشگر روابط بین‌الملل در باب عملکرد آژانس در قبال پرونده ایران و تحلیل وقایع اخیر آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خوش آمدید اگر اجازه من سریع اول بپرسم وارد با گفتگو بشیم در ابتدا به این بپردازیم که اصلا تی چی هست و ما چرا به اون پیوستیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز خبرگزاری دانشجو بعد از پایان جنگ جهانی دوم خب آمریکا تست کرده بود بمب اتمش رو سلاح اتمیش رو و خیلی ها خوششون اومده بود دوست داشتن که داشته باشن بتونن موازنه قوا رو داشته باشن کشورهای زیادی داشتن به این سمت میرفتن جالب خود رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور اومد یه پیشنهادی داد گفتش یه محلی تعمین بشه که شد آژانس بین المللی انرژی اتمی و جلوی این رو بگیره آژانس از ابتدا دو تا داشت که زیل ام پی تی تعریف میشد یکی اینکه جلوی گسترش سلاح های ای کشورهایی که تا اون لحظه داشتند یعنی کشورهایی که الان هم دارن. آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، شوروی، اون موقع روسیه اینها جلوی گسترش اونها رو بگیره. مسئله بعد اینه که به کشورهایی که میخوان برن سمت تولید سلاح الان ندارن در ازای اینکه اینها نرن به سمت تولید سلاح کمک بکن از فناوری هسته‌ای بتونن استفاده صلح‌آمیز داشته باشه. پس این دو تا اصلی بودش. ایران هم در اون زمان که به صورت حالا موقت این ماهده بین المللی و پذیرفت این بود که ما میخوایم استفاده بکنیم از فناوری سلحامیز انرژی اتمی برای مصارف خودمون برق و انرژی و اتفاقاتی که میفته برای همین بودش که ایران عضو امپیتی شد الان حدود حدود 70 سال از تاسیس آژانس میگذره قضاوت رو خود مخاطبی میتونن داشته باشن که آژانس توی کدوم ماموریتش موفق بوده ماموریت اول که خب مثلا تعداد سلاحهای اتمی جهان از 50 تا الان رسیده به 14 هزار تا پس اون ماموریت اول موفق نبوده آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین همه اینا افزایش دادن سلاح اتمی خودشون رو مسئله بعد کشورهایی که دارن به سمت استفاده از فناوری سلحامیز میرن توسط آژانس کمک نمیشه بهشون و جلوی فعالیتاشون گرفته میشه مستاقش کشور خودم اینکه گفتید موقتا ما به ام پی تی پیوستیم یک نکته هست که ما در زمان های هاشمی تمدید کردیم و دائمی کردیم عضویتمون رو بعضا مطرح میشه در کشور که اگر ما اون تمدید عضویت رو نداشتیم الان دچار این همه دردسر سر تو پرونده هستیمون نبودیم نظر شما در این زمینه چیه اول اینکه بله اون موقع ام ابت... یه بازه زمانی دقیق خاطرم نیست 25 ساله یا 30 ساله بود بعد برای تمدیدش دوباره رأی و دائمی کردنش که ایران هم اون موقع بدون توجه به نظر کارشناسان در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت خارجه آی ولایتی این کار انجام شد همون موقع خیلی ها صحبت کردن اینها این که در اون زمان نباید به صورت غیر کارشناسی ما این اقدام را انجام میدادیم باید امتیاز میگرفتیم تعهداتی از آژانس میگرفتیم در قبال خودمون درسته اما این که ما نباید عضو ام می شدیم میشدیم یا عضویت در تی برای ما مشکل ساز هست این حرف دقیقی نیستش یعنی این دوتا رو باید از هم تفکیک بکنیم بله در اون زمان دولت وقت نباید انقدر راحت به بهانه اگر اشتباه نکنم حوالی گفتگوهای انتقادی و مثلا روابط خوب با اروپا و اینها هم بودش حالا دوستان شوخی میکنن الان سر برجام و اینا میگن آقا بدیم بره برای اینکه امتیازی بگیریم اینا اون موقع گفتن آقا چیزی نیستش ما که نمیخوایم مثلا بمب بسازیم اینا بدیم بره عضو بشیم و مهم نیستش و یه روی خوشی هم به جامعه جهانی نشون بدیم همون علمی نبودن حوزه سیاست خارجی ما ایان شد و بدون هیچ تعهدی بدون اینکه هیچ تعهدی از آژانس گرفته بشه ایران تمدید کرد عضویتش در امپیتی رو اما احتمالا تو سوالات بعدی شما هستش آیا عضویت ایران در این پیتی مانع از خیلی از دستاوات ایران شده و مشکلات فعلی رو رقم زده نه اینجوری نیستش یکی تعهدات فراتر از ام پی تی که میگن فراتر از پادمان یکی هم عملکرد دولت ها زمین ساز این شده که حالا جلوتر مفصل صحبت بود. خب یه بررسی تاریخی مختصر داشته باشیم از سال 82 تقریبا که پرونده هسته ایران به صورت جدی تبدیل به مسئله شد برای آژانس تا امروز تعاملات بین ایران و آژانس در واقع به چه صورت بوده رفت و برگشتایی که اتفاق افتاده هایی که آژانس داده هایی که ایران داشته و اینکه چه عواملی روی اون موثر بوده خوندن تاریخ خیلی کمک میکنه بتونیم الان مستاقیابی بکنیم تحلیل دقیق تری داشته باشه ماجرای درگیری ایران با آژانس از یه گزارش های البراده ای مدیر کل وقت آژانس شروع شد کی وقتی اومد تو ایران در زمان دولت های خاتمی یه بازدیدی کرد از صنعت هست ایران خودش میگه من از پیشرفت های علمی ایران شکه شدم یعنی اصلا فکر نمی کردن طرف قوی فکر نمی کرد ایران توانایی علمی تولید سانتریفیوژ داشته باشه بتونه اینجوری مجتمع غنیستازی را بندازه اینها اون گزارش مبدع درگیری‌های های ایران و کشورهای غربی آژانس شد خیلی مذاکره انجام شد دیگه معروف سعدآباد، پاریس، بروکسل همه اینها و تز هم در اون زمان این بود که طرف غربی میگفت ایران کلا باید قنیسازی و صنعت هسته ای رو کنار بذاره طرف ایرانی هم اون زمان خب مذاکره کننده ارشد آقای حسن روحانی بود به همراه آقای محمد جواد ظریف و کار رو پیش می و ابتدا هر چی طرف مقابل خواست رو دادن یعنی قنیسازی رو کامل تعلیق کردند پروتکل الحاقی رو پذیرفتن که الان توضیح میدم این پروتکل الحاقی چی هستش بازرسی های گسترده آژانس انجام شد و هر چیزی که طرف غربی میخواست انجام شد در چه راستایی این جمله مقامات غربیه که اساسا ما میخواستیم این ساعت هسته ایران تیکه تیکه جدا بکنیم نابودش کنیم از بینش ببریم یعنی قصد این نبود که واقعا فکر بکنن ایران میخواد به سمت تولید سلاح هسته بره نگرانیشون رفت بشه از اون ابتدا گفتن اصلا ما نمیخوایم ایران انرژی هسته داشته باشه به دلایل مختلف که اونم بعدا توضیح میدیم این روند طی شد بعد از همکاری های گسترده تعطیلی غنیسازی اجرای پروتکل الحاقی بازرسی های گسترده آژانس همه اینها انجام شد یعنی شاید در بازه زمانی بخوایم بگیم یه برجام حتی فراتر از برجامی اون موقع به صورت غیر رسمی پذیرفته شد و اجرایی شد خروجیش چی شد خروجی شد, شد شهریور ماه 1382 اولین قطنامه بسیار شدید و لحن شورای حکام آژانس علیه ایران صادر شد یعنی در دولت های خاتمی اینکه میگن آقا پرونده هسته ای از زمان مثلا بعد 84 دولت های احمدی نژاد و ای نمیدونم این طیف سیاسی اومد شلوغ کرد و تند بود و اصلا اینجوری نیست اولین قطنامه اصلا پرونده هسته ای که زمان دولت های خاتمی شروع شد اولین قطنامه ضد ایرانی شورای حکام هم شهریور 82 در دولت های خاتمی انجام شد و علیه ایران ساده شد خیلی هم تنده بعد از همه اون همکاری ها دوستانی که حالا شاید سنشون به اون موقع نرسه اما کاملا این رو متوجه میشن چون ماجره برجام رو خاطرشون هستش و جلوتر هم که برسیم بفرزیم دوباره برمیگردیم به همین ماجرا همه خواسته های طرف غربی انجام شد با این حال علیه ایران قتل زمانی هستش که ما کلا غنی رو تعلیق کرده بود. کامل به طور کامل پلم کردیم تحت نظارت آژانس همه تاسیسات و مجتمع غنیسازی رو تعطیل کردیم چیزهای فنی اون موقع میگفتن کیک زد یو اف 6 همه اینا رو تعطیل کردیم حتی روایت هایی هستش که تقریبا هم تایید شده است دوستانی که ریاضی فیزیک خوندن دیدن حتما تو کتاب فیزیک پیش دانشگاهی اون موقع پیش دانشگاهی بود زمان ما دو صفحه چون درباره فیزیک ذرات بنیادین صحبت میکنه دو صفحه بیشتر بدانید درباره فعالیت راکتور اتمی صحبت میکنه دو صفحه نقاشی هم هست چیز ویژه‌ای نیست طرف مقابل حتی گفته بود این رو از کتاب فیزیکی در بیرستانتون باید حذف کنید و حذف کردن مستید. و حسب کردن این اتفاق افتاد تا اینجا پیش رفتن تمام همکاری انجام شد باز هم ایران قطعنامه گرفت جالبه که تو کتاب خاطرات آقای ظریف هستش آقای سفیر خود ایشون میگه میگه با وجود اینکه ما تمام همکاری ها رو انجام دادیم و میپذیره که مسئولیت با ایشون بوده هیچ فشاری نبوده کسی نگفته بوده کاری بکنید بو و اینها میگه ما همه همکاری رو انجام دادیم اما آژانس علیه ما قطنامه صادر کرد بعد از صادر شدن این قطنامه بودش که با اینکه دولت وقت میخواست همچنان با اون مسیر ادامه بده دیگه اینجا رهبری ورود کرد گفته شما اینجوری نمیشه ما قرار شد این اقدامات رو انجام بدیم که امتیاز بگیریم وقتی قرار این کارا رو انجام بدیم دستاورد نداشته باشیم امتیاز هم که نگیریم یه چیزی هم علیهمون صادر بشه این به درد نمیخوره باید صنعت هسته ای راه بیفته که دیگه در اواخر دولت های خاتمی تاسیسات فک پلم شد و فعالیت هسته ای ایران شک گرفت دوباره دیگه از اونجا سیر قطنامه ها شروع شد تو این بره چند تا قطنامه علیه ما توی شورا حکام صادر شد دقیقش رو الان خاطرم نیست اما فکر می چهار تا بود فکر می کنم دقیقش الان خاطرم نیست اما خب تعدادش این بود اما جالبه غیر از اونی که ارجاع میده به شورای امنیت شدید و لهترینش همونیه که ابتدا صادر شده در دولت های خاتمی صادر شده پس یک مسئولیت پروژه شدن صنعت هسته ای ایران با طرف غربیه یعنی ایران همکاریاشو انجام داده، کاراشو کرده. بعضی از دوستان الان میان تو رسانه آقا ما 20 سال درگیریم، جوونیمون رفت و پای این همش دیدیم این مذاکره مذاکره مخاطب باید ها مخاطب این گلایه که طرف مقابله. یعنی ایران اتفاقی که سال 92 شاید 80 درصدی رقم زد، سال 78 صد درصدی رقم زد. یعنی کامل تعلیق کرد تعطیل کرد پلم کرد همه این کار رو کرد همون موقع هم یادم برخی از این دانشجوها که اطلاع داشتند اینا رفتن جلو کاخ صداباد تجمع کردن اعتراض کردن که آقا دستاورد دانشمندامون چرا این کارو کردید و ایران تمام راستی آزمایش انجام داد اما قطنامه گرفت نهایتا هم رسید به دوره آقای احمدی نژاد که بعد از چند قطنامه ای که شورای حکام صادر کرد علیه ایران پرونده ارجاع شد به شورای امنیت. پس اینکه دوستان بعضا بازن... مدعی میشن میگن باز دوباره فلان گروه اومدن و دوباره قدنامه علیه ما صادر شد خودشون و در دوره مذاکره خودشون میگرد طولای در قدنامه گرفتن با وجود عقب نشینی داشتن این... اصلا این حرف من و شما که نیستش که رجز سیاسی که نمیخونیم تاریخ مشخصه من ارجا میدم کتاب خود آقای ظریف همین اخیر من یه بحثی با یکی داشتم گفت نه شما تاریخ رو به روایت خودتون میگید گفتم به روایت آقای دکتر ظریف قبول گفت آره کتاب دکتر ظریف صفحه فلان اگه اشتباه نکنم صفحه 149 چون همین اخیر خوندم حالا باز دوستان ببینن قشن نوشته حتی تاکید میکنه آژانس داره سیاسی کاری میکنه چون ما تعطیل کردیم هیچ اتفاقی هم نه یه موقع میگی خب ما تعطیل کردیم بعدش مثلا یه اقدامی انجام داد در زمان تعطیلی در زمان تعلیق در زمان پلم شدن تمام تاسیسات هسته ایران این اتفاق افتاد بله مشکل آژانس و مشکل شورای حکام و مشکل حالا فضای کشورهای غربی و کشور ما در دولت آقای خاتمی شروع شد در دولتی که گفت میخوام ارتباط خوب داشته باشم در دولتی که میخواست تنش زدائی بکند پس خروجی سیاست تنش زدائی چی شد؟ صدور قطنامه شدید الله از سوی شورای حکام علیه ایران تو این اتفاقات و قطنامه ها واکنش های ایران چیا ها بوده؟ چه جور واکنششون دادیم و واکنش ایران از اون طرف چه رفتاری رو در واقع به دنبال دو تا رویکرد کاملا متفاوت داشته ایران در که طرف مقابل واقعا یه ثبات رویه داشته ما چه همکاری کردیم چه همکاری نکردیم قطعاً علیه مصادره شدیم یه مستاقش الان گفتیم بعد برجام هم که دیگه اکثر دوستان درگیر اخبار بودن در جریان هستن اتفاق افتاد اما بعد از روی کار اومدن دولت نهم سال 84 دیگه گفتن این اتفاق نباید بیفته اینم بگم خدمتون که در دولت آقای خاتمی و بعد از صدور اون قطعنامه فک پلم اتفاق افتاد یعنی بعد از اون بودش که طرف غربی دوباره شروع کرد علیه ایران فشار آوردن قطعنامه صادر کردن و اینها در دولت آقای احمدی نژاد این چند تا قطعنامه جنبندی شد ارجاع شد به شورای امنیت اون موقع هر چقدر که پیش میرفت طرف مقابل فشار می آورد طرف ایرانی اقدام می کرد به یه دستاورد جدید رو کردن گسترش دادن توسعه دادن ما از چهار تا دونه سانتریفیوژ رسیدیم مثلا به هزار تا از یه مجتمع غنیسازی نتنز رسیدیم به مجتمع غنیسازی فوردو که خیلی آسیب پذیرش کمتره و و مجتمع راکتور تحقیقاتی تهران ماجره بوشهر و اینها خیلی جالبه این من اصلا میخوام اینو روایت بکنم خود دوستان نتیجه بگیرن که آیا انگشت اتهام در ماجرای هسته ای به سمت ایرانه یا سمت طرف مقابل تو همین اوج ماجره ها که ما کنم یک یا دو تا قطنامه هم گرفته بودیم تو شورای امنیت و حتی تهدید به جنگ هم شده بودیم تهدید به حمله نظامی هم شده بودیم ایران اون موقع داشته سه خورده ای سه درصد حدودن غنی میگه میگه من برای فلانجا بیست درصد نیاز دارم طرف غربی شما طبق معاهده ام پی تی باید به من کمک بکنی در اختیار من بذاری من نیاز دارم اینم مصرف منه اینجا تحت نظارت آژانس طرف مقابل حاضر نشدش که 20 درصد رو بده هم ما قرارداد تجاری داشتیم باهاشون از زمان حکومت قبلی هم این که طبق ام پی تی باید این تعهد رو به ما داده بودن و باید انجام میدادن ندادن که تو خاطرات شفاهی دیپلمات ما اونجا هستش که گفتن آقا شما ندادید ما میریم خودمون میسازیم ها یعنی حالت تهدید اون موقع طرف غربی اصلا حتی تهدید به تحریم هم نکرد خندید اصلا شما نمیتونید بسازید یعنی اون موقع که ما تهدید کردیم به 20 درصد میریم و بارو بساز اگه میتونی بعد خدا رحمت کنه شهید شهریاری رو وقتی اون زحمت رو با دانشوهاشون کشیدن و این یادگاری ماندگار رو گذاشتن و به قنیسازی 20 درصد رسوندن ایرانو طرف مقابل تازه فهمید او چه اشتباهی کرده تلاش کرد بعضی اقدامات رو انجام بده از اونجا بود آمریکایی ها جدی وارد مذاکرات شدن این هم توی کتاب خاطرات ویلیام برنز رئیس فعلی سازمان سیا که اون موقع مسئول مذاکره کننده بودش در یکی از اعضای تیم بود بعدا هم تو ماجره عمان هم همین برنز بودش که رفت مذاکره کرد به اسم گفتگوهای پشت پرده این کتاب ترجمه هم شده دوستان میتونم بخونن اونجا توضیح میده ما دیگه احساس خطر کردیم و گفتیم بریم گفتگو بکنیم با ایران جلوی 20 درصد بگیریم طرحی که آمریکایی دادن دوباره تعلیق غنیسازی بود ایران گفت دیگه من به 20 درصد رسیدم دیگه تعلیق غنیسازی نداریم بیایید ببینیم مشکلتون چیه حلش بکنیم چیزی که میگفتن ایران باید جواب بده گفت آقا شما مگه نمیگید ما احتمالا داریم میریم سمت سلاح هستی ده تا سوال ده تا سوالتون بدید ما توی بازه زمانی جواب میدیم جوابشم از شما تاییدشون میگیریم و تموم میشه طرح آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفت اگه خاطرتون باشه ایران تلاش کرد یه طرحی رو با ترکیه و برزیل پیش ببره توی تهران حتی توافق هم کردن که مواد غنی شده از ایران بره مثلا تو ترکیه برزیل هم باشه از این اقدامات آمریکایی یا نپذیرفتن و ماجرا دیگه رسید به قطنامه 1929 حالا اینجا بحث ما نیستش بحث درباره هسته‌ای می‌خوایم صحبت کنیم خیلی مختصر بگم که دولت وقت میتونست دولت های احمدی نژاد جلوی صدور قطنامه 1929 رو بگیره یه خود فعالیت دیپلماتیک درست حسابی اگر داشتم میتونست که اصل مشکل ما هم الان 1929ه <تصفيق> <تصفيق> که اون تحریم های فلج کننده و اون اقدامات که اتفاق افتاد برای 1929 بودش اما تا سال 92 وضعیت اینجوری بودش که طرف مقابل اعمال فشار میکرد ما هم پیش میرفتیم این جمله رو بگم بریم سر بحث بعدی شما سوالی که داره. وندی شرمن سراحتا میگه تو کتاب خاطراتش اون چیزی که باعث ببینید تا قبل از برجام اساسا آمریکایی‌ها مذاکره نمیکردن. میگفتن ایران تعلیق کنه تعطیل کنه چه جوری حالا بشینیم بحث کنیم چه جوری ایران تعطیل بکنه یعنی این بود از برجام که دلیلش رو الان میگم این بود که باشه شما حالا داشته باش ببینیم چی بدیم چی بگیریم یعنی تا قبل از اون مذاکراتی که مثلا آی لاریجانی میرفت آی دکتر جلیلی میرفت و اینها بحث کلیات بود اینکه اونا میگفتن آقا باید تعطیل کنید اونا میگفت نه شما باید این کارو بکنید مذاکره همش هم نان پیپر بود متنی وجود نداشتش نان پیپر یعنی سند نداره می نویسم فقط برای اینکه بدون یه صورت جلسه غیر رسمی بوده مذاکره رسمی که سند باشه برجام بودش علتش چی بود علتش 20 درصد بود یعنی تا همین الان که من خدمت شما هستم اگر دستاورد شهید شهریاری برای 20 درصد نبود آمریکا راضی نمی‌شدن بیان مذاکره کنن چرا باید مذاکره بکنن چی رو از شما میخوان بگیرن شما باید یه چیزی داشته باشی که بخوان از شما بگیرن دیگه یعنی اصلا تولد برجام به خاطر پیشرفت هایی بود که در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد در حوزه هسته ای اون دستاورد 20 درصد اگر 20 درصد نبود ما چیزی به نام برجام نداشتیم اینو به نقل از تیم دکتر جلیلی بگم خدمتون که توی آلماتی قبل از انتخابات سال 92 طرف مقابل رسما پذیرفته بود خیلی از چیزها رو حتی فراتر از برجام اما خب اون موقع هم تیم گفتش که دم انتخاباتیم ما نباید به جای دولت بعدی تصمیم بگیریم هم این که میگفتن خب ما که اصلا حقمونه واسه چی باید بدیم چیزی به شما باید حقمون تامین بشه که بعد انتخابات برگزار شد و دولت آقای روحانی اصلا با شعار این که چرخ سانتریفیوژ به چرخد و چرخ کارخانه هم به چرخد اومد سر کار و در کمتر از سه چهار ماه سر کار اومدنش توافق موقت ژنو انجام شد در آذر ماه 92 و صنعت هسته ایران برگشت به شاید حوالی سال 80 حالا سوال از همینجا به بعد مطرح میشه ما سال 94 توافق برجام در واقع نهایی شد و قطعی شد برات قبل از اون توافق موقت ها یک سری تعهدات جدید درباره بازرسی های آژانس دادیم و آژانس هم به عنوان ناظر انجام تعهدات ایران پذیرفته شد یه سوالی که وجود داره اینه که به صورت مشخص این تعهدات چیه این مجوزهای بازرسی جدیدی که داده شد چی هست و اینکه اینا رو چطور تحلیل می‌کنه من یه توضیح بدم ام رو که گفتیم چی هستش زیل ان هر کشوری از جمله ایران میتونه قنیسازی بکنه حتی تا 90 درصد یه سری بازرسی های مشخص آژانس هم هست اطلاع رسانی بعد از تولید یعنی مثلا ایران میگه من یه مجتمع غنیسازی راه انداختم آماده است میخوام گاز تزریق کنم آژانس بازرساتو بفرست بیاد ببینن اینها یا ها آفلاینن بعدا باید بیان چک بکنن اینها خود طرف غربی متوجه شد که زیل این NPT کشورها میتونن قنیسازی بکنن فعالیت داشته باشن اومد چند تا معاهده جدیدتر طراحی کرد سی تی تی هست پروتکل الحاقی هست و چیزهای دیگه ایران رو اینا هی ملزم میکردن اینا رو باید بپذیری خیلی فراتر دوربینا باید آنلاین باشن نظارت بیشتره بیشتر فراپادمانی اصطلاحا ایران چند بار هم در دولت های خاتمی هم در دولت های روحانی اینا رو پذیرفت که داوطلبانه اجرا بکنه یعنی قانون نشد الان ام پی تی ایران پذیرفته عضو باید اجرا بکنه یا قانون هستش این قانون نشد تو مجلس تصویب نشد اینا ایران گفت باشه شروط اون پروتکل اتحاقی یا توافق سی تی, تی رو من داوطلبانه اجرا میکنم برای اینکه حسنیتم رو خدمت آژانس نشون بدم فراتر از اون یعنی ایران حالا پروتکل اخلاقی رو هم اجرا کردش بازرسی ها خیلی بیشتر سر زده است اماکن غیر ای و غیر اعلام شده هستش دوربین ها آنلاینه و و و فراتر از این اومد ایران توی برجام حتی از پروتکل الحاقی هم بیشتر تعهد داد یکی از روزهای تلخ انتشار اون خبری بودش که بازرسان آژانس اومدن رفتن دانشگاه علم و صنعت سرزده از و اینا رو بررسی کردن که بر... یعنی میتونن شاید این حرف اقراق شده بود اما واقعی بود یعنی خالی از واقعیت نبود گفتن هر جایی رو بخوان میتونن مثلا بیت رهبری مثلا این استودیوی شما مثلا خبرگزاری دانشجو هر جای دیگه از لحاظ قانونی میتونستن حالا طرف قربی که نیاز نداره بیاد اینجا رو بگرده که نمیخواد انقدر رو بازی کنه اما به هر حال میتونه اذیت بکنه تلخ در این رویداد این بود و با هر کی که بخواد میتونه مصاحبه بکنه رفتن دانشگاه علم و صنعت بازرسی کردن چند تا از اساتید رو بازجویی کردن و اینها که حتی تو همین اسنادی هم که اخیرا منتشر شده یکی از گزینه‌های بازجویی و صحبت و مصاحبه شاید فخری بوده که حالا ایران اجازه نداده اون موقع اینها یعنی گفتم با دانشمندهای شما ما باید بیایم مصاحبه کنیم و گسترده مجوزهای بازرسی و تعهداتی که ما دادیم اولا اصلا معقول <applause> لازمه چون رهبریم صحبتی دارن میگن اگر آژانس بخواد مطمئن بشه که در هیچ جای این کشور اجت اتفاق نیفته بعد همه جای کشور و مدام بازرسی بکنه و این اصلا غیر ممکن حالا مضمون حرف <applause> رهبری هستش این اصلا امکان پذیره یا این همه تعهداتی که ما بین معقول هست <applause> من منطقه آژانس اولا بی سابقه ترین رژیم بازرسی تاریخ آژانس تو ایران اعمال بی ثابت. نه تا الان اعمال شده نه هیچ کشور دیگه این رو پذیرفته فقط ایران یونیک بوده واحد بود مشکل منطقه آژانس اینه ایران میگه خب شما بگو من کجا دارم سمت سلاح میرم آژانس میگه نه من نمیگم تو کجا سمت سلاح تو اثبات کن سمت سلاح نمیری آقا من چیکار کنم من نمیرم میگه نه باید یه جوری به من ثابت کنی چه جوری قنی سازی تو تعطیل کنی نمیدونم همه جا تو بذاری من ببینم هر لحظه فلان اینا یعنی از اونور وارد میشه در که این منطق ام پی تی نیستش اصلا تاسیس آژانس بر این مبنا نبوده این رو باز تاکید میکنم از من و شما مخاطبین نگیرن آقای بعیدی نژاد که دیگه عضو ارشد تیم برجام بوده دیگه ایشون ایشون این مصاحبه داره اینو یه جستجوی ساده میتونم به نتیجه برسن پیداش کنم اصلا مشکل آژانس با ایران سیاسی نه فنی سال 2003 یا 4 چند تا بالای 15 تا نهاد اطلاعاتی آمریکا سراحتا گزارش دادن اعلام کردن ایران به سمت سلاح هسته‌ای نمیخواد بره اصلا توی دکترین دفاعیش نیست ما جاسوسی هم کردیم اطلاعات گرفتیم ایران نمیخواد بره پس اصلا نگاه این نیست نگاه چیه سیاسی گفتم اینم مهدی خانعلی زاده نمیگه ها آقای بعیدی نژاد داره میگه که عضو ارشد تیم برجام و تمام دعوا سیاسیه و آژانس هیچ وقت مطمئن نخواهد شد. چرا؟ بیایم یه مثال روز بزنیم. یه چیزی از تحت عنوان PMD. Probable Military Dimension یا Possible Military Dimension. ابعاد احتمالی نظامی. میگه آقا ممکنه بخشی از برنامه هستی شما ابعاد نظامی داشته باشه. میگم خیلی خوب. از اجرای برجام 94 به بعد که ما پروتکل الحاقی رو اجرا کردیم نظارت های فراپادمانی رو دادیم کامل آژانس در جریان سفت بوده سنگین ترین و بی سابقه ترین رژیم بازرسی انجام داد از 94 به بعد که مشکلی نیستش میونه قبل 94 چند تا سوال داره این چند تاست کدوم اماکن ایناست بریم ببینیم دیدیم همه اینا رو بررسی کرد اگه اشتباه نکنم سال 97 آجان سراحتن اعلام کرد که آقا پرونده پی ام دی احتمالی نظام ایران بسته شده یعنی ایران قبلا نرفته سمت نظامی کردی الان هم که من دارم نظام نظارت میکنم نمیره سمتش تمام بعد 97 چه اتفاقی افتاد؟ اسرائیل که اساسا ام پی تی رو نپذیرفته عضو ام پی تی نیستش یعنی تعهد نداده به نظارت های آژانس و اینها نیروگاه اتمیش و سلاح اتمی که داره دقیقا نیستش حد زده میشه تا 200 تا 300 تا کلاهکه تحت نظارت جایی نیستش اون اومد ادعا کرد من اون سخنرانی معروف نتانوی یکی یکیش مثلا اون ترقوز آباد اون قالی بود <applause> گفتش ایران آقا اینجاها مشکوکه ما یه سری اسناد دسترسی بسی... دست پیدا کردیم اشتباهی که دولت آقای روحانی کرد این بود اومد بعد میگه آقا پی ام بسته شد تموم شد شما چرا داری یهو سه تا مکان جدید ادعا میکنید اجازه بازرسی داد به آژانس و گفت آقا اینجا اینجا برید بازرسی کنید گزارشی که اخیرا آقای گروسی داد مبتنی بر همونه یعنی گفتش ایران با ما همکاری نمیکنه سر چی میگه من اونجوری که میخواستم این سه مکان ادعای اسرائیل رو نتونستم بازرسی کنم نتونستم ببینم یعنی پرونده بسته شده پی ام دی دوباره باز شد با ادعای اسرائیل اتفاقی که الان افتاد پس کل ماجرا من یه بار یه مقاله نوشتم به سر همین ماجرا که اصلا آژانس الان دیگه مخاطب شورای حکام نیست مخاطبش تلاویوه یعنی داره به اسرائیل جواب پس میده دیگه ایان شد این سفری هم که قبل از این گزارش داشت و رفت اونجا صحبت کرد نشون داد پس روی کرده آژانس اساسا فنی نیست به گفته شخص آی بعیدی نجات سیاسیه از این چه نتیجه میگیریم؟ هر چقدر شما اعتماد سازی فنی بکنید، پلوم کنی، ببندی، غنیسازی تو تعطیل بکنین اینها یک تجربه سعدآباد نشون داد که قطنمله حساب صادر کنه. دو روکت آژانس نشون داد. همه این کارا رو بکنید بازم محکومی. پس با آژانس این،, این گزاره که بریم با آژانس حرف بزنیم، فنی مشکلاتمون رو حل بکنیم، یک گزاره 100 درصد باطل و خیالی این رابطه آژانس با اسرائیل به یک کشوری که عضو امپیتی هم نیست و حالا این گستردگی بازرسی ها در داخل کشور گفته میشه که میتونه ارتباطاتی داشته باشه با خرابکاری که تو اسات هسته‌ای ما اتفاق میفته و اینها بعضاً ذکر میشه که روزانه حداقل 6 بازرس آژانس در کشور هم حالا همچین ارقام مطرح میشه این به نظر شما نسبتش با مثلا پی ام دی چیه که حالا مثلا ما داریم سعی میکنیم که پرونده پی رو ببندیم یا دولت قبل ادعا کرد که ما پی ام دی رو بستیم تموم شده رفته الان وقتی آژانس با اسرائیل این همه رابطه نزدیک و دوستانه ای داره به عنوان یک کشور غیر از رئیس و مدیر کل آژانس میره سفر میکنه اونجا اصلا امکان بسته شدن پی ام دی وجود داره برای ما که توی همین مذاکرات فعلی هم دنبالش هستیم تا اتفاق نیفته نه یعنی از لحاظ حقوقی آژانس با توجه به ساختاری که داره هر چقدر بخواد میتونه اینو دامن بزنه گفتم میتونه آقا استودیوی خبرگزاری دانشجو رو میخوام ببینم مشکوکی کی گفته آقای نفتالی بنت بنیامین نتانیاهو الف جیم دال ادعا کردن که یه سری اسنادی هم پرینت گرفتن دادن دست ما شما اونجا دارید قنی سازی میکنید آقا نمیکنید باید ببینیم باش دیدی تموم شد اشتباه بود بله تموم شد آقا سلام فردا خبرگزاری فلان میخوام ببینیم آقا چرا آقای الف اینجوری گفتینه نداره یعنی تا ال هر جایی رو بخوان میتونم ببینه بنابراین اساسا بازم تکرار میکنم این که بریم با آژانس گفتگو بکنیم کار رو ببندیم فنی کارشناسی معنی نداره چیزی که تو این دور از مذاکرات بحث میشد این بودش که دبیر کل گزارش بدهد شورای حکام هم قطنامه صادر بکند که آقا پرونده پی ام دی ایران بسته شده است یعنی دیگه اون سند باشه اون ادعایی که دولت های روحانی کرد این نبود یه گزارشی بود که مدیر کل داده بود آقا مواردی که قبلا مطرح بود و ما دیدیم خبری نبود از این به بعد هم دست آژانس بود نظارت آژانس چیزی پیدا نکردیم بسته شدن پرونده پی ام دی نبود اما این چه اتفاقی میافته؟ اصلا قرار بودش که در بهمن ماه خیلی نزدیک شده بودیم به توافق طرف ایرانی گفته و تیم مذاکره ایرانی گفته بودش که من حتی اگه الان بپذیرم توافق رو اجرای تعهداتم رو وای میستم مکول میکنم به خورداد ما شورای حکام تشکیل بشه گزارش دبیر کل باشه اونجا قطنامه بدن تایید بکنم پی ام دی رو ببنده بعد من شروع میکنم که میبینیم الان این اتفاق نیفتاد الان در سازمان انرژی اتمی کشور خودمون همچنان اون تیم قبلی بعضی از رو مهم هستن مثل آقای در واقع کمالوندی و آقای خود اسلامی که برای از قب قبل هستن این تغییر رویه واقعا اتفاق افتاده در سازمان یا همچنان همون نگاه وجود داره که ما باید بریم با آژانس ببندیم و اینها اینطور که شما میگید خب ممکن نیست بستن با آژانس از این طرف ما همچنان دنبالشیم که ببندیم سوال سخت میپرسید ارزم به خدمت شما که حالا شخص رو کنار اصلا به اسامی کاری نداریم رفتار سازمان انرژی اتمی و حرفایی که زده میشه و یه تعامل خیلی کوتاهی که شخص خود من با رئیس سازمان داشتم به ماهو و رئیس سازمان بازم میگم کاری به شخص ندارم به من حداقل این رو اثبات کرده که نگاه فنی و درستی حاکم نیستش بر سازمان هرچند قاعدتا سازمان باید یه سازمان تخصصی باشه سازمان نه نباید دخالت سیاست گذارانه داشته باشه اما متاسفانه چیزایی که ما شنیدیم و دیدیم و روندهایی که دیدیم دیدیم که نه گویا این کار رو هم میکنه بله اون نگاه حاکم هستش فکر میکنن که اگر ما بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم و آژانس رو قانع بکنیم که آقا ما واقعا بعضی هنوز فکر میکنن که طرف غربی نگران بمب اتم ایران این تد تدکس دکتر ظریف تو دو دانشگاه کبیر مثال پرتغال و یه خواهر و برادر رو میزنه واقعا همینه میگه آمریکایی ها برداشت اشتباه دارن از ایران که ایران میخواد بره سمت صلح هستی تا وقتی این نگاه رو داریم یعنی میشه حل کرد در صورت که واقعیتش اینه که اصلا, دومب... اصلا چنین تصوری نداره طرف مقابل سازمان انرژی اتمی هم حداقل در جریان این مذاکرات دیدیم که اقدامات هماهنگی رو انجام نداد میگم سوال سخت میپرسید خود سخت جواب دادنش و روی کردشون روی کرد درستی نبود متاسفانه بزنید من فنی جواب بدم که راحت تر بشه روی فنی خودشون رو هم درست دنبال نمی کنن. من رفتم به آقای رئیس آقای اسلامی گفتم که آقا این پیمان آکس هست استرالیا با انگلیس و آمریکا بسته برای زیردری اتمی این نقض امپیتیه اصلا بعد از جنگ جهانی دو دوم و تشکیل امپیتی این اتفاق اصلا تا حالا نیفتاده خیلی مهمه چرا شما اقدام نمی‌کنید اولا نمی‌دونستان چیه بعدم با اون لحجه شیرینشون آقا ما نمیدن اصلا مهم نیستش که من اونجا تاسف خودم اصلا کار شما اینه شما به عنوان یه سازمان فنی تخصصی باید بگی آقا چرا این نقض اتفاق افتاده شما باید طلبکار بشید طلبکار بشید مدعی العموم بشید با کشورهای دیگه رایزنی بکنید ماها فعالیت صلحآمیز داریم چرا این داره اینجوری میشه اگه اینجوریه چه واکنشی نشون بدیم اساسا نه اطلاعی دارن نه تلاشی در این زمینه میکنن نه باور دارن به این مسئله بنابراین در یک جمله نه سازمان انرژی اتمی روی کرده درستی نداشته در زمان آی سالهی که خب اون سخندانی معروف ایشون هستش که حرفای خلاف واقع زدند غیر واقعی گفتند توی مجلس حتی قسم هم خوردم و معلوم شد که واقعی نبوده و متاسفانه اقدامات بسیار بدی هم انجام داده من یه مطلبی نوشتم توی مجله رمز عبور هستش همون موقع کنم سال 93 اخراج دستمزد غنیسازی تمام دانشمندان تراز اول و دستیاران و همراهان شهید احمدی روشن رو از سازمان اخراج کردن به چه بهانه آقا اینا قراردادی بودن قراردادشون تموم شد یکی دو نفرشون مسافرکشی کشی من رفتم پیگیری کردم صحبت کردم همون موقع با یکی از این دوستان که خیلی فنی بود صحبت می میگفت آقا ماجره برجام بود میگفت این همین الان تعطیل بکنیم ببندیم در تاسیساتمون رو بیشتر به نفعمون تا برجام چون الان داریم هی استخراج میکنیم کنیم میکنیم تحویل خارج میدیم استخراج یعنی منابع حتی باز این منابع بمونه این معدن اورانیوم باقی بمونه بنابراین سازمان انرژی اتمی از زمان آقای صالحی رویکرد نادرستی داشت الان هم در بهترین حالت میتونم بگم پرت از ماجرا در بهترین حالت یه جلسه چند روز پیش گذاشتن آفتر رکورد بدون اینکه کسی باشه و اینها میخوایم بعد از واکنشی که نشون دادن حالا اگه تو سوالتون بود درباره واکنش ایران هم یه صحبتی میکنیم گفتن آقا خبرنگارا بیان دوستان رفته بودن جلسه سازمان انرژی اتمی که سازمان فنی تخصصیه تبدیل شده به محاکمه ای این که بعضی از دوستان حالا تیم سابق خبرنگار نزدیک به تیم سابق میپرسیدن آقا مردم خستند یه اوضاع اقتصاد به هم ریخته چرا دارید مثلا دوربینا رو خاموش میکنه واکنش یعنی رئیس سازمان و سخنگوی سازمان اینو باید جواب استنتاق شدن توسط خبرنگار نزدیک به دولت قبل که چرا این کارو کردید یعنی یه روکد کاملا سیاسی متاسفانه عملکرد خوبی نداشت دیگه برسیم به همین قسمنامه اخیر که هم. اتفاق افتاد چه روندی ای شد در مذاکرات و خارج از مذاکرات هم این طرف هم از طرف مقابل که منجر شد به این قطنامه چون اونجوری که مشخص بود ما منتظر بودیم و قرار مدارا بر این بود که تو جلسه خورداد ماه شورا حکام مثلا قضیه پی ام دی بسته بشود و مثلا ایران یک امتیاز مهمش رو دریافت بکنه و اینها ولی کاملا برعکس شد ماجرا چه روندی شد به این جلسه برخی از دوستان می اومدن همون موقع صحبت میکردن قبل از عید که آقا ما پیشنویس توافق داریم پیشنویس توافق یعنی سی آماده است فقط باید امضا بشه دیگه همین ماجرا نشون داده اتفاقا چیزی تحت عنوان پیشنویس توافق وجود نداره یعنی چی همه چیز نان پیپر همه چیز صرفا چون آمریکا تو مذاکرات وجود نداره ایران طرحش رو مینویسه کاغذ غیر رسمی نان پیپر با چهار بعلاوه گفتگو میکنه مذاکره میکنه بالا پایینش میکنن به یه چیزی میرسن اون متن میره پیش آمریکا آمریکا نظرش اعمال میکنه برمیگرده دوباره این رفت و برگشت روی کاغذ اتفاق میفته اما این اسمش پیشنویس نیستش همه چیز غیر رسمیه توی همین غیر رسمی ها گفته شده بود که طرف آمریکایی ماجرای پی ام دی بسته شدنشو پذیرفته همین هم نه اگه خاطرتون باشه وسط مذاکرات یه سری خبر اومد هی hey, مسئولین آمریکایی مذاکره میکنن آقا آژانس نهاد فنی نباید نه گره بزنیم به مذاکرات سیاسی برو مشکلات تو ایران خودت حل کن و اینها برای این بود چون ایران تاکید کرده بود که آژانس باید پی رو ببنده طرف مقابل میگه آقا این مشکل من نیستش برو با آژانس خودت حل کن ما داریم مذاکره سیاسی میکنیم و اینها که ایران تیم ایرانی پافشاری کرده بود و این تعهد غیر رسمی داده شده بود که این اتفاق بیفته در ادامه حالا این دیگه پیشبینی اگر میشد اگر شرایط مذاکرات به نحوی پیش میرفتش که طرف مقابل شروط ایران رو میپذیرفت و میخواست اجرایی بکنه این ماجرای گزارش آژانس پیش نمی ما. چون آژانس کاملا بازو و ابزار آمریکاست ابزار سیاسی آمریکاست اگر آمریکا میخواست این امتیاز رو به ایران بدهد آژانس گزارشی میداد که بسته شود حالا که نخواسته خواسته تحت فشار بذاره ایران رو برای اینکه طرح خودش پیش بره این گزارش منفی رو داده پس این سند اثبات این بودش که آقا پیشنویس توافق وجود نداشته پیشنویس توافق وجود نداشته یعنی چی؟ آقای دکتر ظریف این چون خیلی مسئله مهمیه این قابل گفتن هستش یه گزارشی داده در انتهای دوره خودش درباره مذاکرات مجلس چیزهایی که وجود نداره در پیشنویس رو پیشنویس توافق هسته ای وین یعنی 6 رو به عنوان دستاورد که آقا طرف مقابل پذیرفته ارائه داده یعنی چی آقای عراقچی این دیگه صراحتا من از شما و دوستان خبرگزاری دانشو میخوام اینو پیگیری بکنن از نمایندگان مجلس آقای عراقچی رفت تو جلسه شورای کمیسیون امنیت ملی مجلس شهریور ماه پیشنویس توافق گذاشت بعد اونها گزارش های ظریف گذاشتن گفتن اینکه مثلا خروج نام سپاه از لیست تروریستی که تو این نیست گفته نه شما اینو قبول کنید من قول گرفتم میرم میگیرم ازشون همون نان پیپره که داریم میگی یعنی آقای ظریف تو گزارشش گفته نام سپاه پاسداران از لیست تروریسی خارج شده است آقای عراقچی عینا این عین عبارته شما قبول بکنید من میرم میگیرم چیزی که وجود نداره رو گفتن برای همین این اتفاقات صورت گرفته و اتفاق افتاده ماجرای آژانس هم همین الان آقای گروسی و شورای حکام این قطنامه خیلی قطنامه ضعیفیه صرفا نمیدونم متنشو دیدید دی یا دی نه چند بند تاکید میکنه همکاری با آژانس و اینا خیلی قطنامه ضعیفیه قبل اینکه قطنامه بپردازیم <applause> به مفادهش دو تا نکته یکی اینکه پس در انتهای وینشیش یه پیشنویسی بوده و در ادامه اون پیشنویس کلا کنار گذاشته شده از اول مذاکره شده چه اتفاقی افتاده که الان شما میگید الان پیشنویس وجود نداره ولی اون موقع بوده بله در انتهای وینش یک پیشنویس وجود داشت پیشنویس یعنی چی یعنی طرفین پذیرفتن اووردن که تصویب بکنن آقای عراقچی اوورده و تو مجلس راضی بکنه که امضا بکنن بپذیریم ما چنین چیزی رو الان در تیم مذاکره کننده فعلی نداریم تیم مذاکره کننده کنونی اومد گفت آقا این آخرین نتیجه مذاکرات این شده شما نظر بدید کامل بپذیریم اینو اضافه بکنیم من برم باز مذاکره کنم اینو کم کنیم این امتیاز رو بدیم این امتیاز رو پس بگیریم و اینها یعنی فرقش خیلی شفافه تیم مذاکره کننده الان آقای دکتر باغری اصلا نگفت آقا همینه من بیشتر از این نمیتونم یا نه آقای عراقچی اینم عین ل... لفظه گفته من بیشتر از این نمیتونم طرف مقابل بیشتر از این نمیدهند این پیشنویس رو گذاشته گفته این آخرش آقای دکتر باقری اصلا همین متنی که دوستان گفتن به عنوان پیشنویس رو از کجا این دوستان به دست آوردن من صریح میگم شفاف میگم چون یه خود کم لطفی کردن دوستان آقای دکتر باقری این متن پیشنهادی آمریکایی یعنی رفت و برگشتی که شده بود نهایتا از طرف آمریکایی‌ها برگشته بود اینو در اختیار چند تا گروه قرار میده میگه آقا بخونید نظر کارشناسی بدید یکی از اون گروه ها در اختیار به جن که نظر کارشناسی بده میده به دوستان فعال سیاسی و برخی نماینده مجلس رو که سر و صدا میره بالاتر آخه اگه پیشنویسی وجود داشت که الان ما توافق انجام شده بود که همین اتفاقی که گزارش آژانس زده زیرش و علیه ایران صادر کرده قطنامه رو شورای حکام نشون میده که اصلا اون قطعی نبوده چیزی که تو بیان شش قطعی بوده بعد از اونم به دلایلی که حالا میگم جاش اینجا نیست ایران مذاکره رو شروع میکنه مجبور روی همون متن وین شیش کار بکنه اما اولین گام چیزهایی که ضد برجام خلاف برجام رو توش کنار میذاره که خیلی من دیگه صحبت کردم مفصل گفتم مثلا طرف آمریکایی گفته بودش که آقا ایران با تمام سانتریفیوژش نابود بکنه از بین ببره یا حتی قنیسازیش عبارتی که برجام خیلی متن حقوقی دقیقیه و متاسفانه آقای ظریف اونجوری که گفتن من ندیدم و دوستان خوندم کاش همون یه مورد بود گویا کل متن رو ندیدن دوستان خوندن گفتن یه مثالش رو بزنم سمت تعهدات ایران وقتی نیو اومده ایران نباید هیچ سازه جدیدی بسازد در حوزه هسته ای نیو نباید باشه این نیو گفتن مثلا یه آشپزخونه هم اگه تو تأسیسات بسازی نیو شما نباید این کارو بکنید بعد طرف غربی گفته آقا نباید تحریم جدیدی اعمال بکنه اما تحریم اعمال میکنه آقا چیه این تحریم جدید نیست که من یه تحریمی داشتم دو تا بند بهش اضافه کردم تحریم جدید نیستش و تو تفسیر قانونیش این اتفاق افتاده یعنی از یه واژه دو تا برداشت مسئولیتی شده از این موارد بسیار زیاد داره توی پیشنویسم هم همین بود گفته بودن ایران باید مواد غنی شده خودش رو نابود بکنه سانتریفیوژها رو از بین ببره بارها توی همین مذاکراتم هم میگم جای بحث تخصصیش الان نیستش یه موردش من بگم تأکید کردن آقا ایران سانتریفیوژ هاشو باید از بین ببره ایران قبول نکرد آی دکتر باقری گفت است باشه یه بخار آب تزریق بکنید باعث سولفات شدن از قبول نکرد یعنی اومدن کارشناسا گفتن آقا خب ایشون که فنی نیست با کارشناسا صحبت کرد نه این خراب زاویه رو خم کنید اینقدر گفتن بعد از یه مدت آسیب میبینن اینجوری آخرین چیزی که پذیرفتن این بودش که این سانتریفیوژ سالم کاملا فنی جمع آوری میشه انبار میشه توی همون محل که ما اگر آمریکا زد زیرش با یه امضا به قول آی روحانی با یه خط خط تحریم های ایران برگشت ایران هم بتونه 24 ساعته اینا رو دوباره بیاره نصب بکنه چون متاسفانه میگم سازمان انرژی اتمی روکد فنی نداره زمان برجام که میخواستن تاسیسات رو تعطیل بکنن خب این سانتریفیوژ دستگاه حساسیه باید آروم اصطلاحا جابجا بشه دیسمنتل نباید بشه آسیب نباید ببینه اینو باید آقای رئیس جمهور وقت آقای روحانی زنید زنی 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 زنی. چرا طول میدید جمع کنید بره حالا این تعبیر از منه دیگه با انبردست و قیچی اینا قطع میکردن میرفتن یعنی انقدر آسیب زدن در حین اینها و خب خیلی از این دستاورت های علمی کشور هم از بین رفت حالا به خود مفاد برسیم که مفاد قطنامه چیه؟ چقدر تند بوده یا چقدر کند بوده و اینکه اهمیت و تاثیرش چیه؟ نه قطع نامه بسیار ضعیفه اصلا آمدانه صرفا توصیه تشکر کرده از مدیر کل آژانس بابت تلاش گفته ایران باید همکاری بکنه چیز نه الزام نه خیلی جدی هستش اما نشان دهنده اینه که طرف مقابل میخواد از این ابزار استفاده بکنه برای مذاکرات نمیخواد مذاکرات رو از بین ببره پس این که اتفاق افتاد که آقا مذاکرات رو به هم زدید و اینها... به هیچ عنوان چرا اصلا طرف مقابل هنوز حالا یه مقام آمریکایی گفته بود اسمش رو از خاطرم رفتش میدم به دوستانتون تونستن اضافه بکنن نمایش بدن توی ویدیو مقام آمریکایی گفته بود اصلا قطنامه شورای حکام و حتی واکنش ایران مذاکرات رو زیر سوال نمیبره اینا دارن فشار میارن چون آمریکایی‌ها از وین هفت به بعد دیگه رو حرفشون پافشاری کردن هی hey, می میومدن جلو دوباره برمیگشتن نه موندن روی همون وین هفته میخوان ایران رو مجبور بکنن خب شرایط اقتصادی کشور و فشار و فشار روانی و بازار ارز و اینها مجبور بکنن طرح آمریکایی رو بپذیره بدون اینکه امتیازایی که, که مد نظرش هست و خطوط قرمزش تامین بشه انجام بده واکنش ایران واکنش ضعیف در قبال قطنامه ضعیف بود در ابتدا که گفتن دو تا دوربین دو تا دونه دوربین رو این رو کردیم تعطیلش کردیم و برقش رو قطع کردیم که نشون میداد همچنان بدنه دولت توافق میخواد تعارف نداریم نشون داد بدن دولت میخواد توافق بده حالا چرا خب راحت ترین راه دیگه سخت بریم عرق بریزیم موضوع اقتصادی کشور رو درست کنیم یه مسکنیه یه خود پول بیاد یه, ته... یه آرامشی بشه ما هم فخر بفروشیم من وزیر فلان بودم قیمت ارز رو این کارو کردم خودرو رو این کارو کردم اینا در صورت که مثلا این باد اون فضای روانیه بوده که اتفاق بفته. بخش بدنه دولت میخواد توافق رو و برای همین این واکنش که از جمله همون سازمان انرژی که شما گفتیم این واکنش خیلی واکنش ضعیفی بود بعدا گروسی مصاحبه کرد گفت ایران 27 تا دوربین رو خاموش کرده و تعطیل کرده ایران رسما اینو تا حالا اعلام نکرده اما اگه این باشه تقریبا میشه گفتش که اکثر دوربین های فراپادمانی خاموش شده اما مسئله اینه که پاک نشده یعنی هنوز داده ها تا الان وجود داره ببینین نمیدونم حالا جلوتر درباره قانون مجلس میخواید بپرسید اینجا نمیدونجا. بگم مجلس توی آذر ماه 99 اومد یه قانونی رو مصوب کرد که آقا تا سه ماه آینده اگر طرف آمریکایی تحریما رو لغو کن نکنه ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف میکنیم اسفند 99 دولت های روحانی اومد باید موظف انجام بده دیگه متاسفانه از ضعف مجلس استفاده کرد و این کارو نکرد گفتش باشه یه توافقی با آژانس کردیم دوربینا همچنان ضبط بکنن در اختیار آژانس قرار ندیم یعنی آژانس بعدا که توافق کردیم شش ماه دیگه بیاد دسترسی کامل داره تو این شش ماه ما چیکار این توافق سه ماهه بود چون آقای روحانی تاکید داشتش که تا پایان دولتش برای توافق بکنه با برجام کشور رو تحویل بده اینا دوستان وزارت خارجه هم میگن حتی تیم دکتر ظریفم هم دیگه اون اواخر شاکی شده بودن که همش از پاستور میزنن چرا نبستی چی شد تمامش کنید و اینها اینجوری فشار میده اما بعد از اون سه ماه سه ماه دیگه اینها در دولت کنونی اصلا الان رسما به صورت غیر قانونی خلاف مصوبه مجلس داره ضبط میکنه دور اون. یعنی قانون مجلس دو سال معطله هیچ توافقی هم سه ماه شش ماه با آژانس اتفاق نیافتاده الان هم که این اتفاق افتاد برخی از دوربینا خاموش کردن نگفتم پاک میکنیم یعنی همچنان واکنش ایران جوری نبوده که مذاکره به هم بخوره ادامه پیدا میکنه در صورتی که اینو تک جمله میگم اگه خواستید ادامه بدم بهترین واکنش به قطنامه شورای حکام از سوی ایران که اتفاقا منجر حتی اگه میخواستن مذاکره رو ادامه بدن دست ایران رو پر میکرد عدم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی طبق قانون مجلس مذاکره رو به هم نمیزد؟ نه چون طرف مقابل میدونه که نیاز داره که این کار رو باید بکنه یعنی جلوی ایران رو باید بگیره من خدمت شما گفتم قنیسازی 20 درصد جلوی مذاکره رو نگرفت قنیسازی 20 درصد مذاکره رو ایجاد کرد الان طرف مقابل چرا قطنامه علیه ایران میده میگه ایران ما هر چی دادیم تحریمش کردیم هر واکنشی هیچ واکنشی نشون نداد الان هم که خیالتون راحت اصلا یکی از دلایلی که مذاکره اینقدر کش پیدا کرد این بود که طرف مقابل خیالش راحته خیالش از برنامه هست ایران راحت اگر ایران این کارو بکنه زنگ خطر میشه برای طرف مقابل حالا طرف مقابل برای اینکه این, که این امتیاز رو از ایران بگیرد میاد امتیاز بده الان وقتی قرار نیست امتیازی از ایران بگیره چرا باید امتیاز بده یا امتیاز درخوری بگیره از اون طرف اصلا پروتکل الحاقی چی بود ایران که عضو امپیتی توضیحاتشو دادیم عضو پادمان نظارت داره بازرسا هر موقع بخوان میان میبینن اینها چرا ام... پروتکل الحاقی رو پذیرفت امتیازی بود که ایران به طرف مقابل میداد برای اجرای برجام یعنی گفت من یه سری منفعت اقتصادی از برجام دارم بابت این منفعت های اقتصادی امتیاز به شما میدم پروتکل الحاقی ما الان حداقل سه چهار ساله که در زمان اوباما از ابتدا ما نداشتیم ما اما دارم مثلا میگم سهلنگارانه انگارانه سه چهار ساله که هیچ منفعتی از برجام نداریم اما سه چهار ساله داریم امتیازی که قرار بوده در قبال دریافت برجام بگیریم و میدیم چرا باید این کارو بکنیم من به شما تأکید میکنم و تعهد میدم که اقدامات جبرانی ایران در زیل امپیتی حتی کمک میکنه به مذاکره اگر الان مذاکره فریز شده این بحث دیگه آمریکا شناسی میشه مشکل از دولت بایدنه مشکل از دولت ضعیف بایدنه و ضعف این دولت توی آمریکاست که نمیتونه هزینه بده بحثش مفصله ربطی به اقدامات ایران نداره همین الان ایران حتی اگر این کار رو بکنه شاید دست دولت وایدن در داخل آمریکا پرتر بشه که آقا ایران داره میره به این پروتکل الهی گذاشت کنار حدش غنی داره میبره بالا ممکنه 60 درصد و اینها بیاید توافقو ببندیم یعنی حتی اگه نگاه واقع گرایانه حامی توافق بخوایم مگه ما برجام نمیخواستن دوستان 20 درصد برجام آورد دیگه حرفش زدیم دیگه الان اگر برجام میخوان اگر توافق میخوان باید دست به این اقدام بزنن باید این کارو بکنن با کوتاه اومدن در برابر آژانس فقط این فرمت این شک، این چارچوب توی ذهن طرف مقابل این چارچوب مفهومی شکل میگیره که ایران نیاز داره به توافق حالا که نیاز داره به امتیاز ازش بگیره اگر این بهش برداشت تفهمی این تفهم به طرف مقابل برسه که ایران نداره کارش را میندازه اون نیاز نداره به توافق من نیاز دارم به توافق این اتفاق نمیفته و امتیاز میده آخرین جمله این بخش فارن پالیسی دو سه روز پیش بگم پری روز دو روز پیش یه مطلبی نوشته میگه روی کرده غلط آمریکا ایران رو رسونده به اینجا دقیقا داره تایید میکنه میگه اگه آمریکا امتیاز رو داده بود الان ایران نمیرسید به اینکه غنیسازی 20 درصد 60 اگه همون موقع سال 80 78 هزی رفته بودن ایران یه قنیسازی حد اقلی بکنه و بگم من مواد رو بهت میدم تا همین الان ما داشتیم وارد کننده مواد بودیم و قنیسازی 20 درصد انجام نداده بودیم پس این حرف بازم این حرف من نیست حرف فارن پالیسی توی هر کدوم از این چالش هایی که بین ما و آژانس اتفاق میفته یه بحثی مطرح میشه اونم خروج ایران از ام در بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد الان دوباره داره مطرح میشه سوالی که که این گزینه کلاً باید روی میز باشه ما باید بهش فکر بکنیم اگر که برای ما ممکنه و باید این کارو بالاخره یک وقتی انجام بدیم اون وقت کیه جاش کجاست اولین نکته با مزه بگم اولین کسی که توی سال‌های اخیر مطرح کرده این ماجرا رو آقای دکتر ظریفه بعد جالبه که ایشون نمی‌دونم تو مجلس گفته تو شورای امنیت ملی گفته که آقا باید از ام پی تی خارج چی آقا شما از برجام خارج چه نمیخواد از ام پی تی. شما هنوز از برجام خارج نشده بعد میگه برجام باشه حفظش کنیم چی چی از ام خارج میشه تو بعد از خروج آمریکا بله بله بله, بله. فکر کنم 97 8 اینه ما ب... از خروج ام چه دستاوردی داریم چه امتیازی برامون چی کار میخوایم بکنیم که ام دست و پای ما رو بسته غنی سازی 90 درصد میتونیم زیل ام انجام ایزوتوپ های اورانیوم آب سنگین و فلان و اینها میتونیم انجام صفر تا صد هر کاری که در حوزه صنعت هسته ای میخوایم انجام بدیم زیل امپیتی میتونیم انجام بدیم کسی که از امپیتی خارج میشه یعنی میخواد سازه بسازه ردخور نداره چون اگه شما بیایی آقا چرا از امپیتی خارج شدی؟ آقا میخواستم 90 درصد غنی سازی بکنم زیر دریایی اتمی داشته باشه آقا زیل چیز که میتونی داشته باشی. پس اینکه تو خارج شدی از امپیتی یعنی میخوای بمب بسازی وقتی ایران نمیخواد بمب بسازه جزء راهبردهای امنیت ملی و امنیت دفاعیش نیست خروج از ام پی برای ایران نداره حتی در مقام تهدید چون طرف مقابل رو منسجم میکنه برای اینکه ایران رو منزوی بکنه بهترین کار همینه من عضو ام پی تی ام پروتکل الحاقی رو اجرا نمیکنم چیز اضافیه من عضو ثابت ام پی بهشم متعهدم میخوام قنیسازی 90 درصد انجام بدم آژانس این شرایطش اینم اطلاعاتش انجام بدم. همین ایجاد واهمه از عدم اجرای پروتکل الحاقی اون دستاوردی رو داره که ما میخوایم از خروج امپیتی داشته باشیم من از دوستان اگه شما الان نکته‌ای دارید بگید ابهامی هستش اگه دوستان بعدا میگن خروج از امپیتی چه آورده‌ای برای ایران داره آیا طرف نگران این میشه که بازرسی محدود میشه خب این که کار رو که پروتکل الحاقی داره انجام میده بازرسی هایی که محدود میشه نمیذاره ایران بمب بسازه دیگه وگرنه همه کار میتونه بکنه مگه ایران میخواد بمب بسازه نه پس چه دستاوردی بر ما داره نکته ای که مطرح میشه اینه که میگن دست ایران رو یه کارت مثلا خیلی جدی میاره به دست ایران که طرف مقابل نه که فقط بازرسی محدود بشه کلا نسبت به برنامه هسته ایران کور میشه و چشمش بسته میشه در داخل خب چه اتفاقی که مثلا ایجاد میکنه باعث میشه طرف شاید یک امتیاز درست حسابی بالاخره بده وحشت تولید بمب ما نمیخوام بمب این راه فارغ از من اصلا بحث فتوای آقا رو نمیخوام بیارم اما اون یه چیز جای خودشه بحث اصلا تو راه برد دکترین امنیت ملی ایران ساخته بم نیست وقتی نمیخواد بله ببین من اینو گفتم همین الان آقا بگه آره ما میخوایم بم بسازیم بله اون موقع معنا پیدا میکنه که آقا اگر شما این امتیاز رو ندید به ما ما بم میسازیم اون موقع معنا پیدا میکنه خروج از الان وقتی میگیم بمب نمیخوایم بسازیم تهدید از خروج ام طرف میگه خب تو که نمیخوای بمب بسازی طرف اصلا مطمئن شده که آقا داری اعلام هم میکنی من نمیخوام بمب بسازم از ام خارج شدی چه حراسی چه وحشتی وحشت از ساخت بمب دیگه وقتی شما نمیخوای بسازی چه وحشتی ایجاد بشه و این واقعی نیست مثالش هم گفتم شخص دکتر ظریف اولین اول بار توی سال اخیر مطرح کردش توی 4 5 سال اخیر چرا چون میدونست اصلا محقق شدنی نیستش خواست یه شلوخ کاری بکنه که مثلا من آقا اینقدر جدی ام و اینا شما نه اولین گام این, گا این پروتکل الحاقی رو جلوی اجراشو بگیر قانون مجلس رو اجرا بکن از برجام خارج بشو این کارا رو بکن باشه بعدش میرسیم در شرایطی که ما داریم پروتکل الحاقی رو اجرا میکنیم داریم برجام رو اجرا میکنیم تعهدات برجامی رو اجرا میکنیم صحبت کردن از خروج از امپیتی بیشتر یه شعاف سیاسیه نه چیزی که به درد منافع ملی ایران بخوره سوال و محور آخر اینه که حالا با این اتفاقاتی که افتاده مسیر و مذاکرات چه شکلی خواهد بود؟ پرونده هسته ما به کدوم سمت میره و چه سناریو ها... سناریوهایی مطرحه و منتظر چه اتفاقاتی باشه و اینکه رفتار جمهوری اسلامی باید چطور باشه من قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم یه نکته خاطرم رفتش الان بگم که یکی از نکات خیلی نامناسب برجام اینه آخرین بند برجام نوشته بعد از همه اینها این ایران این همه کار رو کرد 8 سال دوازده سال این کار بعضی دائمی همه این کارا که انجام شد چی میشه با ایران همانند یک عضو عادی ام پی تی خود کنه خب ما که عضو عادی ام پی تی هستیم مگه مثلا ما الان کره شمالیم که بم ساختیم و داریم و تست کردیم اینا تازه میخوایم بیایم فرایند مذاکره شروع بکنیم یه فرایندی پروسه طی بشه ما بشیم عضو عادی ام پی تی ما که الان هفته ساله که عضو عادی ام پی تی هستیم در واقع زیل برجا ما پذیرفتیم که یه استثنایی کاملا پذیرفتیم استثنایی بدون دلیل یعنی طرف مقابل نگفته چرا استثنایی بعدم باشه پذیرفتیم استثنایی خب پس عضو امپیتی نیستیم دیگه ما هم عضو MPT هستیم هم استثناییم اصلا منطق نداره که یعنی بعد این همه مدت موقع مثلا من اینو والا میگم به شوخی میگم میگه آقا بعد این همه کار ما یه هزار دلار به تو میدیم نه میگه بعد این همه کار تو عضو عادی میشی اون چیزی که الان هستی 15 سال به ما امتیاز میدی که بشی همین نقطه‌ای که الان هستی برگردی و همین نقطه‌ای که الان هستی شما منطق این منطق برجام اصلا زیر سوال درباره مذاکرات دو تا نگاه بود و شاید حتی الان هم باشه یه نگاه اینکه که آقا اوضاع کشور خرابه اقتصاد به هم ریخته و فلانه الان هم نمیتونیم کاری داریم تلاش میکنه آقا نیاز به یه بازی زمانی داریم یه نفسی بکشیم و اینها بریم یه توافقی بکنیم دولت دموکرات هم از بعدی الان این ترامپ شاید بیه جمهوری خواه بیان اینا توافق کنیم به این یه نگاه بود نگاه درون جپه انقلاب رو دارم میگم نگاه بیرون اصلا که مشخصه درون جپه انقلاب اصولگره ها یه نگاه هم این بود که نه آقا اصلا بزنیم زیر میز و آمریکا دیگه نمیتونه تاثیر تحریم تاثیرگذار علیه ایران اعمال بکنه و قنیستازیمون رو ببریم بالا اینا. این دوتا نگاه بود دو طرف تیف بود یه نگاه میانه ای توسط شخص های دکتر باقری ارائه شد به عنوان مذاکره کننده ارشد که آقا ما میریم مذاکره میکنیم همین روند برجام رو با توجه به شرایط کشور بود اگر تونستیم محقق بکنیم دستاوردهایی رو برای منافع ملی هم اقتصادی هم امنیتی هم سیاسی همه اینها خب باشه میپذیریم مطلوب ما نیست اما در شرایط کنونی انجام اگه نتونستیم دیگه قبول نمیکنیم یعنی این نگاه میانه بود نه اینکه به هر قیمتی شده توافق بکنیم نه اینکه بزنیم زیر میز میگیم اگه بتونیم توافق خوب رقم بزنیم بریم انجام بدیم روند طی شد بالا پایین شد و اینها از اینجا بعد دیگه تحلیل منه بر اساس اطلاعاتی که دارم امکان تحقق توافق خوب تقریبا وجود نداره این تقریبا رو میخوام دیپلماتیک بگم از نظر من اصلا وجود نداره اما حالا میگیم تقریبا وجود نداره چرا خیلی بدیهیه طرف مقابلم نمیخواد من از ابتدا میگفتم اصلا آمریکا حاضر نیستش توافق خوب با ایران بکنه چرا همین الان هر توافقی با ایران بکنه به هر حال پذیرفته که یه خود فعالیت منطقه ایران راحت تر میشه دیگه یه خود ایران دستش بازتر میشه معیشت مردم یه خورده حداقل دولت یه نفسی داره یه کاری بکنه اینها آیا آمریکا میخواد دولت ایران راحت بشه از فشار مردم مثلا کاسته بشه فشار اقتصادی کم بشه دوست داره سپاه و نیروهای نظامی ما اینا تو منطقه نیروهای دیپلماتیک ما تو منطقه فعالتر بشن یعنی آمریکایی که الان میخواد از غرب آسیا خارج بشه به نیابت بده به عربستان و ترکیه میخواد یه ایران قوی و به جون این دوتا به اندازه یه ایران ضعیف رو پس اساسا نمیخواد چنین کاری رو بکنه این یه مبحث خود ماجره ایرانی یه مبحث دیگه که توافق با ایران به دلایل مختلف توی آمریکا هم مخالف های جدی داره برای تصویبش دولت باید هزینه بده هزینه جدی بده دولت اوباما در اون موقع دولت قوی بود توی آمریکا طرفداران جدی داشتش سینه چاک داشتش اینها میتونست و تونست هزینه این رو تا حدی بده دولت این رو نداره مخالفان بسیار جدی و سینچاکی داره اما طرفدار نداره میگه من اگه میخوام برای یه چیزی هزینه بدم برای مسئله داخلی برای سبد رای خودم انتخابات کنگره کنم هم یا آبان ماهه میگه من مثلا مشکل سوخت رو حل کنم گرانی ها رو درست بکنم سیستم بهداشتی درمانی رو درست بکنم که سبد رای هم بشه اون سرشاخ شدن من با کنگره جمهوری خواب. با سنای مثلا جمهوری خواب. با مجلس نمایندگان جمهوری خواب. با طیف سیاسی جمهوری خواه بر یه چیزی باشه بیارزه من اصلا نمیخوام برای ایران اینقدر برای من ارزش نداره توافق با ایران که هزینه بدم براش به این دو دلیل و چند تا دلیل دیگه اساسا طرف آمریکایی حاضر به توافق دائمی درست حسابی منطبق بر منافع ملی ایران نیستش که از ابتدا اولین پیشنهادی که اصلا به دولت آقای روحانی شد برای احیای برجام این بود شما برگردید به بر... و برجام برجامیتون ما ده میلیارد دلار پول شما را آزاد اصلا تعهدات و برجام و ما برگردیم برجام اینا نداریم من باید این تحریم رو لغو کنم و این اینا رو نداریم اینا پول بهت میدم اولین پیشنهاد این بود و جالب دو موردش گفتم بزن این هم بگم اون صحبت بایدن یادتونه دیگه مست خبرنگار گفتش که حاضر مذاکره و اینا بایدن گفت نه نه محکم, نای محکم گفت چی شد اون نه محکم دو سه هفته بعدش شد مذاکره قانون مجلس طرف نگران شد که او اینا الان پروتکل الحاقی رو متوقف میکنه ما از دست ما میره یعنی بعد از اون 20 درصدی که وندی شرمن گفتش که باعث برجام شد بعد از این قانون مجلس که مذاکرات رو شروع کرد این همه ها نشون میده ایران وقتی میره جلو فعالیت رو به جلو میکنه طرف مقابل کرنش میکنه اتفاقا میپذیره چون واقعیت میدانی همینه هر چقدر شما کوتاه بیای حالا ادبیات قرانیشو الان به کار ببریم می در شیطان یه قدم بری عقب اون ده قدم میاد جلو اینجوری نیستش دو قدم بیاد میاد جلو واقعیتش در میدان و علم روابط بین همین بنابراین این جنبندی بکنم حرفم رو من احتمال عدم توافق رو بیشتر از توافق میدونم اون نه به خاطر اینکه ما کوتاه نمیایم من منتقد برخی از روکت هایی هستم و امتیاز هایی هستم که ایران الان داده به نظر من مناسب نیستش و نباید این امتیاز ها داده میشد اما همین الان هم طرف مقابله که نمیخواد قبول بکنه چرا داره فشار میاره از طریق قطنامه شورای حکام آژانس داره به ایران فشار میاره که همون شروط خودش رو بپذیره امتیاز به ایران نده تو چنین شرایطی متاسفانه وضعیت اقتصادی ممکنه این فهم غلط رو برای برخی از مقامات دولت بیاره که آقا چاره جز این نداره یعنی اگه این کارو نکنیم خب اون طرف هم داره کار میکنه یه اعتراض خیابونی یه فشار واقعی هستش مردم دارن آسیب میبینه از لازه اقتصادی اینو که نمیشه انکار کردش همه اینا دست به دست هم بده باعث بشه این گزاره غلط که ما میتونیم مشکلات اقتصادیمون رو با باج دادن تو سیاست خارجی جبران بکنیم که از سال 92 این تزریق شد به سیاست خارجی و دیپلماسی کشورمون این توی دولت فعلی هم رگ و ریشش هست امیدواریم اون آتشی نباشه که از زیر خاکستر در میاد از ته توافق من اینم به شما میگم همین الان توافق بشه عمرش تا آبان ماه آبان ماه کنگره به احتمال بسیار بسیار زیاد هر دوتا مجلس رو جمهوری خواها میگیرن دولت بایدن حتی ادامش محل سوال چه برسه تعهدات بین المللش اتفاقاتی افتاد اینی که الان میان فرصت رو دارید از دست میدید و دیگه نمیشه و اینها این حرف نیستش طرف مقابله که نمیخواد امتیاز مد نظر رو به ایران بده گره زدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی گره زدنش سیاست خارجی کمک کننده است میتونه کمک بکنه اما اینکه شما مالیات بر خانه خالی رو نمیگیری میگی من برم سیاست خارجی امتیاز بدم تعبیر وام گرفتن از سیاست خارجی برای اقتصاد آی روحانی به کار بود آقا شما کار نمی کنی مدیر نالایق میذاری وزیر میکنی نیرو مدیر کل میکنی و فلا اینا اینجا آسیب میبینه میری یه جای دیگرم آسیب میزنی که اینجا پوشیده بشه آقا اینو درستش بکن سیاست خارج میتونه تسهیلگر باشه کمک بکنه من نگاه مثبتی حداقل به توافقی که بخواد پیش بیاد ندارم و در زمینه هسته ای هم اگر رویکرد درست داشتیم حالا فرصت نشد زمان هم گذشت میتونستیم جلوی صدور خیلی از قطنامه ها از جمله 1929 رو بگیریم تو کتاب خاطرات اوباما اومده توضیح شده داده که اون موقع دولت آقای احمدی دیگه سرمست از عدم تاثیر جدی گذاشتن دو سه تا قطنامه قبلی گفتیم بعدی هم اینه کار کارشناسی نکردن که آقا 1929 چقدر جدی شبکه بانکی فلان اینها کار دیپلماتیک نکردن جلوی صدور اونو بگیرن همین الان دولت اگر بخواد میتونه تبعات عدم توافق بر هم خوردن مذاکرات و هوا شدن برجام رو به صورت دیپلماتیک کنترل بکنه اگر بخواد یه توضیح درباره همین بدید اگه امکانش هست من 1929 29 بگم بعد برسم به این حالا اینو ترجیح میدم چش نه اصلا همینو میگم الان کشورهایی توی دنیا هستن این ما الان ماجرای جنگ اوکراین جهان دیگه به قبل اون بر نمیگرده نظم جهانی تغییر کرده ایران میتونه نگاه علمیش میشه میگن روکد چین ما و موازن منفی من ساده سازی شده شو بگم در شرایط کنونی میتونه از جایگاه خودش به عنوان یک لولا برای تنظیم قوای جهانی استفاده بکنه هی hey, دوستان مخالف میگن که آقا شما روسیه همه چی رو دادید و همه چی به چین دادید اینا نیست اینجوری اگه اینجوری هوشمندانه بود که خیلی اوضاع خوب بود ایران الان میتونه با بازی که ایجاد بکنه بین روسیه، چین، کشورهای دیگه، باشگاه تحریمی ها، ونزوئلا، لبنان، همه اینها منافع خودش رو تعمین بکنه یعنی ما الان مگه مشکل اصلی تمام این کارا رو کردیم که یه میلیون دو میلیون نفت بفروشیم دیگه همین الان چین این رو میتونه از ما بخره همین الان از ابزار انرژی میتونیم استفاده بکنیم برای حتی کشورهای هاشیه خلیج فارس برای ماجرای اوکراین این واش... متاسفانه وزارت خارجه ما یه روی کردی داشت وزارت خارجه دستگاه دیپلماسی کل کشور رو میگم حالا منظورم یه وزارت خانه همون واکنش که مکزیک مثلا به اوکراین داره جنگ اوکراین داره ایران یعنی انقدر بی تفاوت این تعبیر سفیر اوکراین تو تهران بود خیلی تعبیر درستیه میگه ایران بی نیست بی تفاوته اصلا همیت برای اینکه اصلا مهم نیست در که واقعا روش تاثیر داره میتونه تاثیرگذار باشه اینها ایران با اتخاذ یه سیاست موازنه منفی یعنی ایجاد تعادل بین غرب و شرق همون نشرقی نقربی که بارها گفتیم مثلا مانیفست سیاست خارجی جمهوری اسلامیه و متاسفانه آقای وزیر خارجه بزرگوار تو ساختمون نشرقی نه غربی وزارت خارجه نمیدونم رفتید یا نه وزارت خارجه ساختمون داره اسمش نشرقی نه غربی که بالاش ده. هست اون توی اون نشسته یه مصاحبه کرده میگه نه ما منظورمون این نیست ما احتمال تو وزارت خارجه هم شرقی هم غربی داریم این اصلا فهم نشده این مانیفست یعنی چی این راه میتونه در خارجه فعلی بله بله, بله. مصاحبه کردن اینو گفتن معلومه که نه اینکه بخوان حرف بدی بزنن و متوجه ماجرا متوجه این گفتمان نشدن و پیگیریش نکردن در این زمینه میتونه شرایطی رو ایجاد بکنه، امتیازاتی رو از چین و روسیه بگیره با ترسوندنشون از اینکه من میرم با آمریکا میبندم و حتی امتیازاتی رو از آمریکا بگیره با ترسوندن چین و روسیه این که با ترسوندن آمریکا از اینکه من میرم با اونها میبندم. ایران اگر الان ها میگن شما متوهمید درباره جایگاه ایران، نه، من متوهم نیستم. ایران بله، وزنش با آمریکا، روسیه، چین اصلا قابل مقایسه نیستش. اینو مثال میزنم و اونم نیست یه کفه ترازو دوتا با هم برابر باشن مثال هست دیگه یه پر پرنده پر بیفته اینو میبره پایین ایران میتونه حکم اون پره رو داشته حالا ایران خیلی فراتر از پر اما میتونه که کفه رو عوض بکنه زمین بازی رو عوض بکنه اما ما چیکار میکنیم مثلا نمیدونیم دنیا چه خبره چه اتفاقی افتاده این یه چیز واقعی مثال تاریخی داره دوستان چون الان وقت گذشته نمیگم ببینن ماو ما در زمان جنگ سر چی کار کرد ایران در جایگاه چین ماو میتونه بون... چین امروز بنیادش زمان ماو ما گذاشته یعنی چین اگه الان هژمون داره میشه ابر قدرت هژمون اقتصادی هر چی هستش زمان ماو ما ایران با یه سیاست درستی رویکرد هوشمندانه که بهش میگه موازنه منفی همین الان میتونه از یه قدرت منطقه ای ظرف پنج سال تبدیل به قدرت جهانی بشه شعار نیست حرف نیست میدانیه کتاب چین هنری کیسینجر رو دوستان بخونن سخنرانی مرشایمر یکی از اندیشمندان روابط بین چند سال پیش اومد دانشگاه تهران سخنرانی کردش من تو اون جلسه بودم خود مرشایمر گفت گفت اگر ایران نیاد پای کار آمریکا یعنی همراهی با آمریکا برای کنترل چین آمریکا شکست میخوره در جنگ با چین شما همین فاکتور هم برگو چرا نمیفروشید به آمریکا همین برگو چرا به چین نمیفروشید اینو که دیگه مهدی خان کمسواده کم متوهم که نمیگه که بزرگترین اندیشمند روابط بین آمریکا داره میگه جان مرشایمر سخنرانیش هم موجوده توی تهران هم گفته خیلی راحت اگر ما طرح داشته باشیم میتونیم کار رو پیش ببریم اما متاسفانه چون طرح نداریم اگه اینجا یه لیوان آب هست من اراده بکنم اینو باید بخورم چون نمیخوام حال ندارم دستم رو دراز بکنم این لیوان رو بردارم هزار تا بدبختی میکشم تو رو خدا از اونجا یه قطره آب بابا یه لیوان آب اینجا هست. حالا گیر اون یه قطره اونجا هستی بیا این موبایل منو رو بگیر اون قطره آب بده شرایط اینقدر نامید نمیکنم اما شرایط شرایط خوبی نیستش ممنون از شما ای دکتر تشکر میکنم از مخاطبان عزیز برنامه گرا که تا این لحظه ما رو همراهی کردند گرا رو در شبکه های اجتماعی دنبال بکنید و اگر مطلب خاصی مد نظرتون قرار گرفت با دوستانتون به اشتراک بذارید ممنونم یا علی مدد